بازی دوم تیم پابرهنه در مقابل تیم هورنت بود. صاحب تیم هورنت مردی تاجر قدرتمنده. تیم هورنت 3 بازیکن پرسرعت توی خط جلو داشت که یه مثلث فوتبالی فوق‌العاده رو تشکیل داده بودن. بازی اونها مثل گروهی از زنبورها بود. در این قسمت با هم خواهیم دید که تیم پابرهنه در شرایط سختی قرار گرفته. قسمت دهم، نیروی نهفته. تو واقعا فکر میکنی مثلث دفاعیت کار میکنه؟ چرا اسطوره رو برای دفاع بر نمیگردونی عقب؟ همین الان یه قضاوت اشتباه انجام دادی تیمی. اگه بازیکنامون ترکیب مثلثی رو حفظ میکردن الان دیگه مشکلی پیش نمیومد. بازی با سوت داور آغاز خواهد شد. ببینیم که پابرهنه آیا توان جبران رو داره یا خیر. مال توئه. ترکیب پابرهنه مثل قبل شده. کاپتان دینامو برگشته عقب و اسطوره رفته جلو. ببینیم که با این یک مهاجم میتونن به گل برسن یا خیر. تک و تک و اسطوره. این درسته که تو سرعت بهشون نمیرسیم، اما کنترل توپ اسطوره ازشون بهتره. اسطوره تک و تنها در خط حمله هست. حرکات زیگزاگی و دریبل‌های زیانی او صد درصد حرکت میکنه. دو تا بازیکن از تیم هورنت درست پشت سر اسطوره هستن. مراقب باش اسطوره، دو تا بازیکن دارن میان سمتت. دیدین کوچولوها، من هم میتونم دفاع کنم هم حمله. از حرکت نیش زنبور استفاده کن. نیش زنبور اصلا باورم نمیشه. هر چقدرم تواناییمون بالا باشه بازم 4-1 واقعا موقعیت سختیه. اسطوره چه شده؟ وقت منو تلف نکنین، از ترکیب زنبوری استفاده کنین. تلف شد دینامو. من تو من دینامو حرکت میکنه با شماره 3 هورنتی ها. سایه به سایه ایوان هم از این زنبور بازی کنه دیگه ای از هورنت رو گرفته. ایوان مراقب باش. دینامو به دنبال داره شماره 9 شون هست. از این سمت هم آنتونیو میدوه. همه بازیکنان همدیگر پوشش دادن. بهتره مراقب باشی شان، اونا نه به گوشه میرن نه مستقیم، دارن به صورت اوری به مرکز زمین نزدیک میشن. استراتژی جدید هورنت چی میتونه باشه؟ چرا همشون دارن میرن به سمت دروازه؟ چیکار دارن میکنن؟ این اصلا خوب نیست، اونا دارن با سرعت بالاشون ما را شکست میدن. سه مهاجم به شکل زیگزاگی حمله میکنن و همینطور دارن پاسه کوتاه را از بدر میکنن. این تاکتیک بر اساس سرعت و هماهنگی اونهاست. معلومه که خیلی کار کردن. گفتم مثلث زنبوری تغییر شکل میده. میخوای شکستمون بدین، اول باید به گرد پامون برسی. تمام بازیکناشون از ما سریعترن، حتی به گرد پاشون هم نمیرسیم. اگه بخوایم به تعقیبشون ادامه بدیم فقط فاصلمون بیشتر میشه. اینطوری اونا میتونن بازی رو کنترل کنن، چون با این فاصله هر وقت که بخوان میتونن به راحتی شوت بزنن. هورنت داره حمله بزرگی ترتیب میده. ببینیم نتیجه این حمله چه میشه. فراموشش کن، هیچ وقت به من نمیرسی. جت داره میرسه سمت دروازه، اون شوت میکنه یا پاس میده؟ شادو نوبت توه. نمیتونه این جلوی حمله سایه زنبوری رو بگیرین، حتما گل میشه. حمله سایه زنبوری؟ حرکت سایه زنبوری.
بود. حرف نداشت. تلویزیونم گلو نشون داد یا نه؟ بله آقای فیلیپ، داره زنده پخش میشه. اون حتما باید گلو ببینه. یه دروازه‌بان میخواد مقابل سه تا مهاجم دروازه‌شو حفظ کنه، این غیر ممکنه. من واقعا متاسفم شان، ولی آنتونی اصلا کم نذاشت، تمام تلاشش انجام داد. تقصیر بازیکن ما نیست، رقبامون خیلی سریعن. وقتی مقابل شما بودن 4 در برابر 3 بودن، ولی جلوی دروازه‌بان 3 در مقابل 1. فهمیدم، راهشو پیدا کردم. خب چیه به من بگو. اگه با 3 دفعه جواب نمیگیریم با 4 تا میگیریم. نیمه دوم با برتری 2-0 به سود هورنت آغاز میشه. هر دو تیم از سرعت بسیار بالایی برخوردار بودن. آیا تیم پاورنده میتونه 2 گل خورده رو جبران کنه؟ اسطوره، با استفاده از دریبل سرعتی ادامه بده، تو میتونی. سرعت تو تغییر بده، ازش عبور کن. خدای من، تیم پاورهنه خیلی کند اسطوره، اصلا معلوم نیست چه قدر کند حرکت میکنه. توپ رو از دست داد. چت شده؟ چرا انقدر شوکه شدی اسطوره؟ متاسفم، به اندازه کافی سری نیستم. نباید ناامید بشی رفیق، تو میتونی، زود باش. اسطوره واقعا منحصر به فرده. تاکتیک میده، دروازه‌بان از دروازه بیرون اومده، چه ریسکی کرده شادو. جواب میده؟ سرعت اونا جوریه که انگار یه یار اضافی دارن، پس ما هم با لوزی دفاعی موقعیتو 4-4 میکنیم. ولی شادو خیلی از دروازه دور شده، اینطوری دروازه خالی میمونه. نگران نباش، هر وقت ببینیم که این مدل کار نمیکنه، اون میتونه سری برگرده توی دروازه و هر شوتی رو مهار کنه. بهشون توجهی نکنین، این آب خوردن میمونه. زود باشین، باید بازیو 10-0 ببرین. بله قربان. این سومین باریه که دوتا مثلث در مقابل هم قرار میگیرن، اما این بار تاکتیک پاورنده عوض شده. گلر اومده جلو، ببینیم که طرفی میبندن یا خیر. دیدین فرقی نکرد، بازمونا دنبالمون افتادن تک به تک. دینام ها طبق نقشه عمل میکنین. بازم که دارین عقب میافتین، از نبیدن خسته شدین؟ راسته که تیم پابرهنه یک یارگیری منتومن داره ارائه میده، اما گلش اومده جلو و خیلی خطرناکه، چند گل سپون رو هم بخورن. حالا دینامو به دنبال توپ هست. بازیکن شماره 3 تیم هورنت میتونه چیپ بزنه، اما دینامو داره از پشت سرش دستک میشه. جردین میتونین با یه بار اضافه جلوی بازیکن منو بگیرین؟ ازشون رد شو. دو بازیکن در مقابل بازیکن شماره 3 پاس رو میدن به جت. جت مستقیم به سمت دروازه. دینامو نوبت توه. خدای من، جت هم توسط دو بازیکن احاطه میشه. حالا از این سمت هم گلرشون شادو بازیکن شماره 3 رو گرفته. سپرینت نمیتونه حرکت بکنه، او هم توسط آنتونی گرفته شده. بازم تا به یک شدن پاس بده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. پاس میدم به بازیکن شماره 6. ایوان نوبت توه. حالا از این سمت ایوان اضافه میشه به آنتونی. دو بازیکن در مقابل سپرینت قرار گرفتن، جت هم نمیتونه فرار بکنه.
به شدت تحت فشار قرار دادن تیم هورنت رو. آفرین، خوب بود. اونا تو پاس بازیکن من گرفتن، مسخره است. ببینید چه کردن بازیکن این پابرهنه، دو به یک شدن در مقابل هورنتی ها. از این سمت هم ایوان توپ رو گرفته داره جلو و پاس رو بده به اسطوره. آیا اون رو میبینه؟ اسطوره از سمت راست حرکت کرده. جد باشین همه تون برگردین. برا همه این موسیقای هورنت دارم بر میگردن. زود باش پسر، تو از پسش بر میگرد. جلوتا میگیرم. باز هم میگن از سیستم دفاعی خودش استفاده بکنه. دفاعی که هورنت نمیشه شکر توب رو بلند کرد، جا گذاشته، همه مدافعین اسطوره داره به سمت دروازه حرکت میکنه. گولر مضطرب هست، اسطوره هم داره به سمتش حرکت میکنه. حالا خودش میزنه یه پاس میده، در موقعیت شوت زدی قرار داره، در واقع میزنه اسطوره. توی دروازه، توی دروازه. چه صحبه زدین اسطوره، محکم و مسلط. دو بر یک به سود هورنت. عالی بود. آفرین، تو موفق شدی اسطوره. بی‌نظیر بود. تو موفق شدی بالاخره گل زدی. عالی بود. خیلی مسخره است. پخش زنده رو قطع کنین. نمیخوام کسی تکرار این صحنه رو ببینه. پخش زنده است، کاریش نمیشه کرد. عجب افتضاحی. هورا، بالاخره موفق شدیم. گل زدیم، گل زدیم. پابرهنه، از اون حرکت دفاعی لوزیشون بگیرید تا ضربه تمام کننده اسطوره. یه کار تیمی قشنگ و اصولی. بازی اسطوره داور آغاز میشه. پابرهنه همچنان یک گل عقب هست. اسکوریپای سریع بازیکنان رو نگاه میکنید. اسطوره بین سه بازیکن به دام افتاده. ببینید چه میکنن، حرکات گمراه کننده بازیکنان هورنت. اتفاقی افتاد، اسطوره حتی حرکت نکرد و تلاش نکرد توپ رو از بازیکنان هورنت بگیره. آیا اون مصدوم شده؟ زود باش، تو فقط یه گل زدی، حالا میتونی با تمام قدرت بری برای گل دوم. گلی که زدیم به خاطر این بود که تونستیم اونا رو از هم جدا کنیم. من هنوزم فکر میکنم سرعتم خیلی کمه و اگه قرار بود یه نفری مقابل پنج نفرشون بیستم شانسی نداشتم. نه، سرعت تو کم نیست، اونان که خیلی سریعن. متاسفم الک، فکر نکنم از پسش بر بیام. یعنی چی تو میتونی؟ اسطوره داری چی میگی؟ من سر در نمیارم. اسطوره دچار همون شرایط روانی شده که همه بازیکن‌ها درگیرش میشن. یعنی چی؟ خب اونم یه بازیکن دیگه. نه، منظورم بازیکنای رباتی نیستن، منظورم بازیکنای فوتبال واقعی هستن. خوب نگاه کنین، بعد بچرخین. خودشه، عجله نکنین، ما هر روز یه گل جلوییم، اونان که باید دست باچه بشن. آره، اونا دیگه حمله نمی کنن. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینقدر زود قضاوت نکن تیمی، اونا هنوز یه گل از ما جلوترن. اگه تا آخر بازی هم هیچ حمله ای انجام ندن، نتیجه به نفع اوناست. زمان داره میگذره. غیر از گل زود هنگام اسطوره در نیمه دوم اتفاق خاص دیگه نیفتاده. 89 دقیقه از دیدار گذشته و همچنان بازی 2-1 به سود هورنت هست. هورنتی ها دارن زمان رو میکشن. پابرهنه اصلا حرکت نمی کنه به سمت توپ. چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم. آنیه، فقط 5 دقیقه دیگه بازی تمومه. دارن وقت کشی میکنن، خیلی ناجوانمردانه. اونا سه تا بازیکن مهاجمشون رو برگردوندن تو زمین خودشون، بنابراین اسطوره نمیتونه تنهایی حمله کنه. از طرفی ما هم نمیتونیم دفاع لوزیو رها کنیم. شرایط سختیه، اونا الان دارن کاملا بازی رو کنترل میکنن. اگه همینطوری ادامه بدیم بازی تموم میشه و این ما ایم که بازنده ایم. نباید یه بازی دیگرم ببازیم. چرا ایوانو جلو نمیفرستی تا با اسطوره با هم حمله کنن؟ اونا بیش از حد سریعن، اگه ترکیبمون رو عوض کنیم اونا حتما حمله میکنن و اون وقت دیگه نمیتونیم جلوشون رو بگیریم و مطمئنن میبازیم. پس تو میگی باید بالاخره چی کار کنیم شان؟ اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه تیم پابرهنه دومین شکست خودش رو هم
میپذیره و شاید شانسش برای صعود از دست بره. شک نکن میتونی انجامش بدی. اونا 5 نفرن، خیلی هم از من سریع ترن، من هیچ شانسی ندارم. به هم اعتماد کن پسر. 1 در مقابل 5 امکان نداره موفق بشم. امکان داره، چون تو اسطوره ای. باید به تواناییات ایمان داشته باشی. تو فوق العاده ای. اسطوره تو از پسش برمیاد. با سرعتتو نمیتونین مرا شکست بدی. اسطوره تو با بازیکنای رباتی دیگه فرق میکنی. تو کاملا توانایشو داری، خودت هم اینو میدونی. آفرین، مطمئنم که موفق میشی. اتفاقی داره میافته. پسر اون حرف نداره، خارق العاده است. پس در مورد اون حق با من بود. بالاخره مساوی کردی. آفرین، فوق العاده بود بچه ها. متوجه نمیشم چی شد که یه اونقدر سرعتش زیاد شد. چرا این حمله اونقدر قدرتمند بود؟ تو از کجا میدونستی اون یه بازیکن رباتی معمولی نیست؟ آقای فیلیپ واقعا متاسفیم. آقای فیلیپ حالتون خوبه؟ فوتبال رباتی بازی عالیه. ببخشید آقای فیلیپ که وقتتون رو میگیرم، از نتیجه بازی راضی هستین؟ راضی هستم، بله. الان میفهمم تیم بازی فوق‌العاده میکنه. مهم نیست ببری یا ببازی، چون هیجان انگیزه و من بالاخره تجربهش کردم. من یه سوال دیگه هم داشتم آقای فیلیپ. سوال دیگه کافیه، الان به همه سوالاتون پاسخ میدم. من حالا میفهمم بابا درد کنه. من به خاطر اینکه تمام روز فوتبال بازی میکردی تو رو شماتت میکردم، چون خودم تجربهش نکرده بودم. نمیفهمیدم، شروع به بازی کردم چون میخواستم تو رو بهتر درک کنم. اما منو نگاه کن، بازیم حرف نداره. میشه برگردی؟ خواهش میکنم، ازت خواهش میکنم برگرد. دیگه مجبورت نمیکنم حسابداری و اقتصاد بخونی، مجبورت نمیکنم. پدر من، تو اومدی مسابقه منو ببینی. معذرت میخوام. خیلی خوشحالم که برگشتی پسر. شما نمیتونی تو مرحله بعدی مسابقه تنها بازی کنی. چی؟ چرا؟ به اندازه کافی خوب نیست؟ چون من میخوام باهات بازی کنم. این که فوق العاده است.
اون برای این وارد مسابقات شد تا بچه‌ش رو پیدا کنه خیلی تأثیر گذاره. الان فهمیدم، تو باید از خونه فرار کنی، بعدش هم دیگه لازم نیست از اینجا بری، یا میتونیم هر روز با هم فوتبال رباتی بازی کنیم. دقیقاً اینطوری دیگه لازم نیست بری مدرسه. من اونقدر مبلغ نیستم کارل. الک چرا چیزی نمیگی؟ داری به چی فکر میکنی؟ به پدرم فکر میکنم، خیلی وقته که ندیدمش. اگه داری به پدرت فکر میکنی پس باید درک کنی که چرا اسطوره یه بازیکن معمولی نیست. آره این پدر الک بود که فوتبال رباتی رو اختراع کرد، درست نمیگم؟ گمون کنم تا چند روز آینده الک فقط به پدرش و اسطوره فکر کنه. سایت فوتبال رباتی جایی هست که همه اطلاعات درباره تیم‌ها، بازیکن‌ها، نتایج کسب شده و قدرت اونها در اون وجود داره. الک و دوستانش همیشه قبل از هر بازی این سایت رو به طور کامل بررسی میکنن تا از این طریق حریفشون رو ارزیابی کنن. در قسمت‌های بعدی خواهیم دید که بازیکنان تیم پابرهنه چگونه با بررسی نقاط قوت و ضعف حریفاشون راه خودشون رو به سوی پیروزی باز میکنن. Thank you.